سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست به حملات تروریستی اخیر در پاریس میپردازیم که شهروندان فرانسوی را در شاک فرو برد و ابراز همدردی جهانی را به دنبال داشت. در ادامه نگاهی داریم به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خصوص همه پرسی که واکنش محافل تندرو را به همراه داشت. از تلاش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص ارائه پیشنویس قطنامه پایان اشغالگری اسرائیل به شورای یت سازمان ملل متحد میگوییم و گزارشی داریم از بسته شدن دفاتر 17 شبکه محفره ای در ایران در پایان نیز طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با آخرین تحولات هفته گذشته این کشور با ما همراه باشید کمتر از یک شبانه روز پس از حمله مردان مسلح به دفتر نشریه شارل در پاریس که منجر به کشته شدن دوازده شهروند این کشور از جمله سردبیر و ستن از کارکنان این نشریه منجر شد یک مهاجم به سوی پلیس در یک ایستگاه مترو در پاریس آتش گشود که در جریان آن یک مأمور زن پلیس زخمی شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت پلیس فرانسه اعلام کرده که هفت مزنون اصلی حمله به دفتر نشریه شارل را بازداشت کرده است فرانسه روز پنجشنبه را ازای عمومی اعلام کرد و بسیاری از رهبران کشورها با ملت و دولت فرانسه ابراز همدردی کردند صبح امروز در جریان یک تیراندازی در یک مترو در پاریس یک پلیس به شدت مجروح و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت فرد مهاجم که 52 ساله و مسلح به مسلسل بود و جلیقه ضد گلوله بر داشت دستگیر شده است اما مشخص نیست که آیا این حمله با ماجرای حمله به دفتر نشریه شارل دو در روز چهارشنبه ارتباطی داشته است یا خیر بنابر اعلام پلیس مامورانی که مهاجم به سمتشان آتش گشوده برای رسیدگی به یک حادثه به محل رفته بودند که مرد 52 ساله از پشت به ماموران پلیس شلیک کرده است تیراندازی صبح پنجشنبه در نزدیکی پورت دوشاتیان در جنوب پاریس رخ داد انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست اما گفته می شود برنار کازانو وزیر کشور فرانسه برای رسیدگی به موضوع سراسیمه کاخ ریاست جمهوری فرانسه را ترک کرده و در محل حادثه حضور یافته است در کاخ الیزه نشستی استراری برای رسیدگی به حمله تروریستی روز چهارشنبه به دفتر نشریه تنز شارل دو در حال برگزاری بوده است. همزمان مانوئل وال نخست وزیر فرانسه گفته است که ماموران پلیس در جستجو برای یافتن و دستگیری دو مزنون اصلی حمله به دفتر شارل چند نفر را بازداشت کردند. وزارت کشور فرانسه شمار بازداشت شدگان را هفت نفر اعلام کرده است. پلیس فرانسه پیشتر گفته بود دو برادر به اسامی شریف و سعید کواشی در حمله به دفتر این نشریه دست داشتند فرد دیگری به نام حمید مراد نیز در ارتباط با همین ماجرا خود را تسلیم پلیس کرده و بازداشت شده است در حمله روز گذشته دوازده نفر از جمله چهارتن تن از کارکنان نشریه و دو مامور پلیس جان خود را از دست دادند شریف و سعید کوباشی دو برادر 34 ساله و 32 ساله فرانسوی الجزایری تبار از شهر پاریس و نفر سوم حمید مراد 18 ساله بی خانمان معرفی شدند. پلیس فرانسه در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تصاویر دو برادر فراره را منتشر و آنان را مسلح و خطرناک معرفی کرد. به گزارش نشریات فرانسوی شریف کوباشی یکی از دو برادر یک بار در سال 2005 پیش از سفرش به عراق برای پیوستن به شبه نظامیان اسلامگرا با اتهاماتی مرتبط با تروریسم دستگیر شده بود و در سال 2008 به های تروریستی و اعزام جهادگرایان به عراق به تحمل 18 ماه حبس محکوم شد هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه به دفتر شارل دو را بر عهده نگرفته است اما یکی از شاهدان حمله گفته است که یکی از مهاجمان هنگام سوار شدن به اتومبیل فرار فریاد زد به رسانه ها بگویید این کار القاعده یمن بود به گفته شاهدان عینی زاربان همچنین شعار الله و اکبر سرداده بودند و گفته بودند که انتقام انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را گرفتند شارل دو یک هفته نامه فکاهی است که دور جدید انتشار آن از سال 1992 آغاز شده است در این نشریه همواره کاریکاتورهایی از شخصیت مذهبی همه مذاهب سیاستمداران یا افراد سرشناس منتشر می شود در روزهای اخیر همچنین کاریکاتوری از ابوبکر بغدادی رهبر گروه تروریستی دولت اسلامی در صفحه توییتر این نشریه منتشر شد وبسایت این نشریه همکنون فعالیت معمول خود را قطع کرده و تنها یک فایل در این وبسایت مشاهده می شود که در آن به زبان های مختلف نوشته شده است من شارلی هستم. این شعار به صورت گسترده از توی کسانی که شب گذشته در شهرهای اروپا و آمریکا یا به صورت مجازی در شبکه اجتماعی به قتل عام در نشریه شارلی دو اعتراض کرده بودند مورد استفاده قرار گرفت. این شعار به یکی از پر استفاده ترین عبارت روز گذشته توییتر درآمد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه حمله به نشریه شارل ابدو را بربریتی استثنایی خواند او حمله به یک روزنامه را به معنای اقدام علیه آزادی بیان برشمرد و روز پنجشنبه هشتم ژانویه را روز عزای ملی در فرانسه اعلام کرد دولت فرانسه بالاترین سطح وضعیت هشدار را در کشور اعلام کرده است پلیس از روز حمله درجه هشدار امنیتی را به خصوص در مراکز حمل و نقل عمومی، مراکز مذهبی، دفاتر مطبوعاتی و فروشگاه های زنجیره ای را به شدت افزایش داده است. حمله روز گذشته به دفتر شارل دو خونبارترین حمله تروریستی در فرانسه در دهه های اخیر است. حمله تروریستی در فرانسه واکنش رهبران و مقامات کشورها را به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن محکوم کردن حمله به دفتر شارل ابدو این اقدام را حمله تروریستی علیه کشور همپیمان آمریکا خواند و اعلام و آمادگی کرد که دولتش هر کمکی را که لازم است برای برقراری عدالت درباره این تروریست ها ارائه می دهد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پیامی که به زبان فرانسه قرائت کرد با مردم و مقامات فرانسه ابراز همدردی کرد دانشگاه الازهر مصر یکی از مهمترین مراکز اسلامی جهان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شورای امنیت سازمان ملل متحد آلمان بریتانیا ایتالیا ژاپن چین دانمارک از دیگر افراد سازمانها و کشورهایی بودند که به حمله روز گذشته واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند سخنگوی وزارت خارجه ای ایران نیز این حمله را محکوم کرد تلویزیون پرس تیوی وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران ما گفته است که سکوت دولت فرانسه در قبال روند رو به رشد اسلام ستیزی به بهانه آزادی بیان عامل دیگری در ایجاد بیگانگی در جامعه مسلمانان فرانسه است. این شبکه تلویزیونی با متهم کردن دولت فرانسه به حمایت از گروه های تندرو در مناطقی مانند سوریه و لیبی گفته است به نظر می رسد که سیاست های دولت فرانسه در خارج و داخل مشوق رشد شورشگری درونزای این کشور است. به دنبال این حملات تروریستی پرچم فرانسه به همراه پرچم های پارلمان اتحادیه اروپا به شکل نیمه برافراشته درآمد. کارمندان اتحادیه اروپا به احترام کشته شدگان دو دقیقه سکوت کردند. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سخنانی خواستار اجرای اصلی از قانون اساسی شد که بر برگزاری همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید دارد. آقای روحانی اشاره نکرد که از نظر او چه مسئله مهمی باید به همه پرسی گذاشته شود، اما امیر محبیان تحلیلگر کار گفت حسن روحانی بخشی از پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای اصلی از قانون اساسی شده است که بر برگزاری همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید دارد. حسن روحانی که در همایش اقتصاد ایران سخن می گفت تاکید کرد برای یک بار هم که شده درباره مسئله بسیار مهم که در زندگی همه تأثیر گذار است نظر مستقیم مردم پرسیده شود. آقای روحانی اشاره نکرد که از نظر او چه مسئله مهمی باید به همه پرسی گذاشته شود اما توضیح داد که باید برای مدتی بیشتر به اقتصاد توجه کرد و افزود اقتصاد ایران بیشتر سیاسی است و با سیاست خارجی و داخلی در هم تنیده است به گفته رئیس جمهوری ایران بر اساس قانون اساسی مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه در مجلس تصویب شود باید مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی گذاشته شود اما آنطور که آقای روحانی گفته اکنون 36 سال گذشته و یک بار همین اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است پرداخت یارانه و پرونده هسته‌ای دو تحول مناقشه برانگیز سالهای گذشته از موضوعاتی بوده که مقامها و های سیاسی ایران خواستار برگزاری همه پرسی درباره آنها شده بودند پنج سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت خواستار برگزاری رفراندوم درباره یارانها شد جمعی از شهرهای سیاسی ایران از جمله میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و از سران مخالف نتیجه انتخابات سال 1388 هم خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران شده بودند فروردین 1358 در اولین همه پرسی جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد بعد از آن دو مرتبه در سالهای 1358 و 1368 قانون اساسی و بازنگری آن به رأی عمومی گذاشته شده است همزمان با سخنان روحانی امیر محبیان از تحلیلگران محافظگار اعتراف کرد حاکمیت دیگر به محمود احمدی نژاد اعتماد ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای سازماندهی آینده است آقای محبیان گفته احمدی نژاد مشغول ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا اعتماد از دست رفته را باسازی کند و از ویترین خارج کردن رحیم مشایی هم در این راستاست محبیان افزوده احمدی نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان میکرد نظام در برابر اصلاح طلبان یا فردی مثل روحانی چاره ای جز اتکاب او ندارد. این تحلیلگر سیاسی محافظگار اضافه کرده سیستم روحانی قابل پیش را به احمدی نژاد غیر قابل پیش ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم مشاعی را رد صلاحیت کرد. وی با اعلام اینکه روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی نژاد نقشی را عهده داشت اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود نه احمدی نژاد محبیان درباره جزئیات این پروژه سخن نگفته است حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر تکرار کرد که دولت در صدد کاهش نرخ تورم است وی وعده داد که در سال 1396 که سال پایانی کار دولت وی است تورم تک رقمی خواهد شد رئیس جمهور با اشاره به کاهش قیمت نفت از کارشناسان اقتصادی خواست که راه حلهای خود را به دولت ارائه کنند آقای روحانی تاکید کرد باید اقتصاد را از انحصار نجات داد وی بر اهمیت نقش رقابت در این پهنه انگوش گذاشت و راندخاری را یک بیماری خواند بنا به ارزیابی روحانی با وجود انحصار نمیتوان انتظار پیشرفت اقتصادی داشت رئیس دولت یازام گفت اگر شفافیت در کار بود اگر راند نبود آن وقت اقتصاد نجا پیدا می کند. به نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی استبداد سیاسی زمین ساز فرار نهادهای های حکومتی از شفافیت بوده و استبداد دلیل اصلی گسترش سیستم رانتخاری در نظام های غیر دموکراتیک است. حملات به حسن روحانی پس از درخواست او برای همه پرسی افزایش یافت فرمانده سازمان بسیج از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته صادقانه اعتراف کنند که دیگر انقلابی نیستند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد نیز گفته برخی به غرب برای مذاکره درباره موشکهای ایران کد میدهند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد میگوید منظور حسن روحانی از اینکه اقتدار به موشک نیست کد دادن برای روی میز موضوع موشک در مذاکرات با غرب است حسن روحانی هفتم دیماه گفته بود رسیدن به اقتدار تنها در برد موشک و سلاحهای نظامی نیست و اگر در کشور انواع سلاح داشته باشیم اما برای گوشت، گندم، جو و روغن به دیگران نیازمند باشیم و دست ما به بیرون دراز باشد اقتدار حاصل نمی شود. در همین راستا محمد رزا نقدی فرمانده سازمان بسیج نیز در سخنان کنایه آمیزی از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته صادقانه اعتراف کنند که دیگر انقلابی نیستند و گفته زمام امور به کسانی که 28 سفر اسکی روی آب می کنند داده نخواهد شد. آقای نقدی این سخنان را پس از اینکه روحانی اعلام کرد آرمانهای جمهوری اسلامی به سانتریفیوش ها وست نیست و بهتر است درباره مسائل مهم همه پرسی برگزار شود بیان کرده است. برخی کارشناسان سیاسی این خواست روحانی را به طور مشخص مرتبط با برنامه هستهی جمهوری اسلامی و ناکامی در حل و فصل بحران در پرونده هستهی تهران ارزیابی کردند. فرمانده سازمان بسیج هم در واکنش به این سخنان روحانی گفته آرمان جمهوری اسلامی تنها نابودی کاخ سفید و محو اسرائیل است وی بیان آنکه نامی از روحانی هاشمی ببرد افسوده هر کسی به نام خردگرایی روی این آرمان ها خط کشیده و از تعطیلی مبارزه حرف میزند باید صادقانه بگوید که انقلابی نیست نقدی اضافه کرده امروز حجتی برای تعطیلی مبارزه نداریم چرا که عظمت ایران در منطقه و شکستهای پی در پی اسرائیل و آمریکا نشان دهنده درستی مبارزه است رئیس سازمان بسیج همچنین گفته انقلابی های قلابی که برای خدا کار نکردند و امروز با از دست دادن شور جوانی و به نام اقلانیت و خردگرایی حرف از تعطیلی مبارزه میزنند بیخرد هستند. وی این انقلابیون قلابی را افرادی معرفی کرده که خود را برای به دست آوردن ریاست و ثروت در صف انقلاب جا زدند اما امروز با افزایش سن حرفهای سازشکارانه میزنند نقدی اضافه کرده آنها معتقدند مبارزه باید تعطیل شود و انتظار هم دارند که ما زمام امورمان را دست آنها بدهیم این فرمانده سازمان بسیج افسوده کسانی که در روز 28 سفر به شکار می روند و در روز آشورا اسکی روی آب می کنند می زمام امور ما را به دست بگیرند. ابراز تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز یک شنبه برای همه پرسی درباره مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد واکنش های موافق و مخالف زیادی در دو روز گذشته به دنبال داشته است. تحلیلگران میگویند اشاره روحانی به مسئله پرونده هسته است که او خواستار همه پرسی درباره آن شده است. هفته گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شورای امنیت را مسئول شکست پیشنویس قصنامی پایان اشغالگری اسرائیل دانست و گفت طرح پایان اشغالگری را دوباره به شورای امنیت ارائه می دهیم. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دولتش در برابر درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه لاه ساکت نخواهد نشست. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شورای امنیت را مسئول شکست پیشنویس قدنامه پایان اشغالگری اسرائیل دانست و با تاکید بر مصمم بودن تشکیلات خودگردان مبنی بر ارائه دوباره این طرح به شورای امنیت خاطر نشان کرد که شورای امنیت بالاخره فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت محمود عباس گفت با کمک اردن به عنوان تنها کشور عرب عضو شورای امنیت ارائه دوباره این طرح به شورای امنیت را بررسی خواهیم کرد وی گفت ما از این کار خسته نخواهیم شد و آنقدر آن را تکرار می کنیم تا شورای امنیت بالاخره فلسطین را به رسمیت بشناسد عباس همچنین از بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین یاد و بر مخالفت خود با هر گونه شهرکسازی اسرائیل در آن تاکید کرد پیشنویس قدنامه فلسطین برای پایان اشغالگری که اخیرا توسط مسئولان فلسطینی به سازمان ملل ارائه شده بود با رأی منفی آمریکا نتوانست آرای لازم در شورای امنیت را کسب کند در رویداد دیگر مرتبط با اسرائیل دور لیبرمن وزیر امور خارجه این کشور میگوید نه ایران و حزب الله و یا فلسطینی ها بلکه اروپای غربی مهمترین چالش اسرائیل در سال 2015 است لیبرمن این سخنان را در جمع سفیران اسرائیل در کشورهای اروپایی بیان کرد لیبرمن مدعی شد که برخی از کشورهای اروپایی در موزگیری های خود علیه اسرائیل مطالبی مشابه افتراهای پروتوکل بزرگان سهیون را تکرار می کنند. بزرگان سهیون سندی جعلی و ضد یهودی مربوط به سال 1903 است. مجالس ایرلند، بریتانیا، فرانسه و شمار دیگری از کشورها به تازگی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. که با انتقاد دولت اسرائیل روبرو شده است. هرچند فلسطینی ها هفته گذشته در تلاش خود در شورای امنیت برای تصویب قطنامه پایان اشغالگری بر اراضی فلسطینی موفق نشدند اما فرانسه و لوکزامبورگ به پیشنویس این قدنامه رأی موافق دادند وزیر خارجه اسرائیل در سخنان خود به ویژه از سوئد و ایرلند انتقاد کرد و گفت رهدار آنها مانع موزگیری های نابخردانه سال 1938 در آستانه جنگ جهانی دوم است به گفته لیبرمن اسرائیل تنها نماینده ارزش غربی در خاورمیانه است اما اروپاییان اسرائیل را تنها میگذارند لیبرمن همچنین گفت درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان کیفره بینرملی نشان می دهد که پیمان اسلو فرو پاشیده شده است. پیمان اسلو توافقهای سیاسی بود که در تابستان 1993 میان دولت وقت اسرائیل به رهبری اسحاق رابین با سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات به دست آمد و بر اساس آن صاف تشکیلات خودگردان فلسطینی را در کرانه باختری و نوار غزه برپا کرد. در رویدادی دیگر هم در اولین جلسه کابینه اسرائیل بعد از درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اجازه نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به این دادگاه کشیده شود. آقای نتانیاهو گفت که فلسطینی ها با این اقدام راه رویارویی با اسرائیل را برگزیدند و هشدار داد که دولتش در برابر این درخواست ساکت نخواهد نشست. روز شنبه یک روز بعد از ارائه رسمی درخواست تشکیلات خودگردان اسرائیل اعلام کرد که روند انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را متوقف می کند. این درآمدها منبع اصلی تأمین بودجه دولت فلسطینی است. این اولین بار نیست که اسرائیل مانع انتقال بودجه ماهانه دولت فلسطینی می شود. اوایل بهار گذشته هم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در یک رشته معاهدات و کنوانسیون های بین درخواست داده بود، اسرائیل اقدام مشابهی انجام داد. اسرائیل نگران است که با پذیرش فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در نهادهای بین المللی ایجاد کشور مستقل فلسطین مقبولیت جهانی بیشتری پیدا کند درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری با وجود مخالفت اسرائیل و آمریکا روز جمعه دوم ژانویه به این دیوان ارائه شد در صورت پذیرش این درخواست فلسطینیها میتوانند اسرائیل را به اتهام ارتکاع به جرائم جنگی در مناطق اشغالی تحت پیگرد قرار دهند وزارت اطلاعات ایران میگوید دفاتر 17 شبکه ای در ایران به جرم تفرقه اندازی را بسته است. مرداد ماه امسال نیز وزارت اطلاعات ایران طی ای اعلام کرد چند تلویزیون افروتی شیعه در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم تعطیل و ایده نیز در این رابطه دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات ایران از تعطیلی دفاتر 17 شبکه ماهواره ای در ایران به جرم تفرقه اندازی خبر داد. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات ایران در همایش آین برادری در بم گفت این 17 شبکه توسط دشمنان به اسم شیعه راه شده بودند و افسود که دشمنان روی کرده خود را به نرم افزاری تغییر دادند تا با تفکر و مکتب امام خمینی که در جهان در حال رشد است مقابله کنند و به نوعی تفکر دیگر را گسترش دهند. محمد پورفلاح ایجاد گروه های مانند داعش را در منطقه از اقدامات دیگر دشمنان دانست و گفت آنچه در دنیا بر ضد اسلام می بینیم صرفا توسط سحیونیس و یهودیها ها برنامه ریزی می شود. او همچنین گفت ممکن است در قوم به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود اما آنچه برای ما ملاک است بیانات رهبری است که اختلاف بین شیعه و سنی را حرام اعلام کردند. این در حالی است که دهها شبکه مذهبی با پخش خرافات و نوه خانی ساعتها در روز از عراق و ایران و بریتانیا با حمایت مالی جمهوری اسلامی برنامه پخش می کنند و هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد. وزارت اطلاعات ایران در مرداد ماه گذشته از تعطیل کردن دفاتر چند شبکه ماهواری که به طور غیرقانونی و مخفیانه برای اختلاف افکنی در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می و بازداشت عوامل آنها در استانهای قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی خبر داده بود. چند روز پیش از آن استاندار قم از دریافت نامه ای از شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان خبر داده بود که در آن از برنامه های این شبکه های شکایت کرده بود. پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به حملات برخی از روحانیون شیعه به اهل سنت مطرح شده بود. گفتنیست بسیاری از این شبکه های مذهبی از سوی هواداران ای آیت الله سید صادق شیرازی حمایت می شوند که ولایت فقیه را قبول ندارد و در این حال نگاه متعصبانه ای به مذهب تشیع دارد. بستن دفاتر این شبکه ها عنوان فریبکارانه است که نمیتواند حمایت دولت ایران و مراجع حکومتی را از شبکه های مذهبی پیرو خط ولایت پنهان کند شبکههایی مثل ولایت که مطالب کز و مسمومی علیه اهل سنت پخش میکند. اخیرا یکی از شبکه های اهل سنت به نام وسال حق با آشکار کردن دروغهایی که از سوی کانال ولایت و آیت الله قزبینی در باب کتب اهل سنت مثل صحیح بخاری پخش می شود ضربه سنگینی به کانال ولایت وارد کرده است. علی متحری نماینده تهران در مجلس نامه سرگوشده به رئیس قوه قضاییه نوشته و از اظهارات اخیر وی درباره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه هفته گذشته حصر سران جنبش سبز را قانونی دانسته بود. علی متحری امضای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هشت، توسط محمود احمدی نژاد رئیس سابق این شورا را مورد تردید دانست این نماینده تهران در مجلس در نامه سرگشاده به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران سخنان او درباره قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی را به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضایی خواند. میرحسین حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند. رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه ده دی حصر آنان را قانونی و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل 176 قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. وی خطاب به رئیس قوه قضایی نوشت: اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی میتواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند. و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی آقای متحری هم چنین گفت در اصل 176 قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورای عالی امنیت ملی تعریف نشده است رئیس قوه قضایی روز چهارشنبه همچنین برخی ازار نظرهای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 درباره اینکه اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی میخواهند که حرفهای خود را بزنند را یکی از دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه آقایان موسعی و کروبی اعلام کرده بود آقای متحری با اشاره به این سخنان رئیس قوه قضایی نوشت روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی میخواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست رئیس قوه قضاییه همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین حسین موسوی و مهدی کروبی تغییری کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است آقای متحری در نامه خود تصریح کرد مصوبه شورای عالی امنیت ملی حتی اکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است بنابراین می توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید آقای متحری در پایان نامه خود به رئیس قوه قضایی نوشت اگر تصمیم بر محاکمه است چه محضوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این قائل خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود میگذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است همزمان با نامه سرگشاده علی متحری ابراهیم رئیسی داستان کل کشور گفته تا زمانی که میر موسوی و مهدی کروبی توبه نکنند هیچ مقامی نباید سخن از رفع حس آنها به میان ببرد این مقام قضایی اضافه کرده تا زمانی که این دو رهبر جنبش سبز بر مواضع خود پافشاری کنند به هیچ وجه نباید از سوی مقامی حرف از رفع حسر شنیده شود به نظر میرسد منظور رئیسی از این سخنان حسن روحانی باشد که در ماهای اخیر به طور تلویحی حرف از بخشیده شدن موسوی و کروبی زده است علی متحری تنها نماینده مجلس است که در سالهای اخیر بارها ادامه حسر را غیرقانونی دانسته و خواستار آزادی این دو رهبر جنبش سف شده است پیشتر مهدی کروبی در پیامی از علی متحری خواسته بود از سوی وی پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپای دادگاهی علنی باشد. متحری روز هشتم تیرما گفته بود که خامنه ای جرم مهدی کروبی و میر حسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد در این هفته شاهد عملیات تروریستی و انتحاری در شهر استانبول از سوی یکی از گروه های مخالف دولت بودیم که در بخش های دیگه خبر به اون پرداختیم اما در گزارش خبری این هفته نخست به نوشتار دو روزنامه پرتیراژ ترکیه پیرامون تحولات منطقه اشاره می کنم از جمله روزنامه آکشام در خبری با تیتر تاریخ پروژه آموزشی تجهیزاتی مشخص کردید از قول منابع دیپلماتیک نوشته تفاهم نامه پروژه آموزشی تجهیزاتی مخالفان سوری میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا طی ماه جاری امضا خواهد شد بر اساس جدول زمانبندی این پروژه مدت آموزش مخالفان سوری سه سال خواهد بود روزنامه آکشان می نویسه طبق این تفاهم نامه هزار نیروی مخالف میان روح سوری در طول سه سال تحت آموزش قرار خواهند گرفت البته در امتداد این خبر روزنامه آکشام این خبر را هم اضافه بکنم که وزارت دفاع امریکا پنتاگون هم این هفته اعلام کرده که احتمالا از اوایل بهار کار آموزش گروه های مخالف میان روی سوری رو آغاز خواهد کرد و آموزش ها ام در پایگاه نظامی ترکیه، عربستان و قطر خواهد بود اما روزنامه سبا در خبری با تیتر برندگان و بازندگان جنگ نفت این هفته نوشت کاهش قیمت نفت از 110 دلار به زیر 55 دلار کشورهای روسیه و ایران رو که اقتصادشون وابسته به فروش نفت هست رو در شرایط بدی قرار داده این روزنامه می نویسه در جنگ جدید نفت محور اتحاد امریکا و عربستان سعودی در مقابل محور روسیه ایران شکل گرفته البته همونطور که گفتم این گزارش دیدگاه این روزنامه ترک در تحلیل رویدادهای بازار نفت هستش اما این هفته هم مسئله پرونده فساد مالی در ترکیه که از سال گذشته در این کشور مطرح شده بحثا پیرامونش زیاد بود نخست از آقای ارغان رئیس جمهور شروع می کنم که یک بار دیگه با اشاره به این پرونده گفت که ترکیه از بابت پرونده فساد مالی و افشای فایل های صوتی مرتبط با اون 120 میلیارد دلار خسارت دیده او گفت تشکیلات موازی منظور ایشون در واقع جماعت گلن هستش با مطرح کردن پرونده فساد مالی قصد کودتا داشت و اگر این مسیر طبق خاصی اونها پیش میرفت خسارت ترکیه بیش از این مقدار بود به این نکته هم اشاره بکنم که کمیته حقیقتیابی که مجلس ترکیه در زمینه تحقیق و تفحص پیرامون پرونده فساد مالی تنگره کرده بود در مورد احتمال دست داشتن چهار وزیر کابینه سابق آقای اردوغان در پرونده فساد مالی روز سه‌شنبه رأیگیری کرد و با نه رأی مخالف در مقابل پنج رأی موافق از ارجاع این پرونده به شورای عالی کشور خودداری کرد. این رأیگیری در حالی صورت گرفت که احزاب مخالف دولت طرفی این کمیته رو زیر سوال برده بودند. و در نهایت از آن سوررضا زراب تاجر ایرانی تبار کسی که نامش بیش از هر کس دیگری در پرونده فساد مالی ترکیه مطرح شده، مصاحبه با مجله اقتصاد نیوز در ایران انجام داده و یک بار دیگه ارتباطش رو با بابک زنجانی رد کرده. او حتی گفته درباره بابک زنجانی به مسئولان جمهوری اسلامی قبلا هشدار داده بودم. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebookcom ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر بدرود.